بود. بونجور مدام مسیو، امیدوارم در هر کجایی که هستین حال دلتون خوبه خوب باشه. اومدم یه خورده چاق سلامتی با فرانسوی باتون انجام بدم، به خاطری که متوجه شدم که خیلی کلمات فرانسوی رو کم استفاده میکنم. یه وقتایی از من میشنوین میگم اولالا، یک اصطلاحاتی هستش که به کار میبرن، یعنی دیگه خیلی شور قضیه در اومده وقتی یه مسئله خراب میشه یا یک مسئله میگم اولالا، اینجوری صحبت میکنیم. خب پس سعی میکنم یه چند تا این اصطلاحات رو براتون استفاده کنم، امیدوارم در هر کجایی که هستی مدام ای مسیو حالتون خوبه خوبه خوب باشه. خانم ها و آقایون، ببینیم چه خبر است در فال شما. من از اولین کارت هایی که استفاده میکنم از کارت های هیجانی مثل همیشه است. وقتی میگیم مادام، مادام یعنی خانم، موسیو یعنی آقا، ولی مدام ای مسیو یعنی خانم ها و آقایان، مثل من و وومن. خب امیدوارم که خوشتون بیاد دوستان با چند تا کلمه جدید سر کار داشتن. خب اولین کارتی که براتون میفته، خب یه مقداری نه نگرانم نه استرس دارم، یه چیزی بین این هستم، نمیدونم میدونی چی هستش. مرتبه دیدین میگم بلوز دارم، حالا یه کود بلوز دارم، یعنی اینکه یه مقداری من میبینیم بالا پایینی دارم، نمیدونم چه هستش. خب پیش میاد، هورمون داریم دوستان، ماه نو میشه، ماه کامل میشه اتفاقاتی میفتن که ما رو بالا پایینی برامون به وجود میارند. ببینیم با همدیگه در ارتباط با هیجانات دیگران و ببینیم چه خبر است در هیجانات دیگران. دوستان عزیز با همدیگه نگاه میکنیم هیجانات دیگران یا شخص خاصی دوستان نسبت به شما، یا به صورت متعادل میانگین هیجانات دیگران در ارتباط با شما چه خبر است. وابستگی، اوکی، دیگران وابسته هستند، اوکی، احساس میکنن که وابسته هستند به شما، یا پاشون حالا این کارت وابستگی افتاده، پاشون یه جورای گیر هست شاید پیش شما، اوکی. حالا ببینیم کارت های بعدی رو. خب ببینیم کارت بعدی چیه. خب کارت بعدی عزیزان دل داره یا خبری به گوشتون میرسوسان، یا یک دوره‌ای داره پیش روی شما باز میشه که به بهتون گفتم دوره این پشت افتاد، چه بخواین چه نخواین دوره خوبی دوستان پیش روتون داره باز میشه، خبرهای خوب داره بهتون میاد، انرژی های مثبت داره بهتون میاد. اینجا کسی هستش که تمام انرژی های منفی رو دفع میکنه و به دنیا میاد. کارت رستاخیز هست دوستانش، این در این کار دست کارت ها اسمش ندا هستش. همون یه وقتایی من شوخ میکنم سر با فال یانگ که میگم که فرشتگان مقرب پس کلش میزنن، یعنی از اون به قول معروف شخصی رو در میارن. ممکن هستش که برای یک سریاتون دوستان حرف از آشتی هم بزنه، کسی رو دارن فرشتگان مقرب به هر حال حرکتش میدن، تکانش میدن و حرکتی در مورد شما انجام میشه. مثل خبر خوبی یک دوره خوب سبکباری داره پیش روی شما باز میشه. خب ببینیم کارت های بعدی رو با هم دیگه از چه کارت استفاده کنم براتون. از این دست کارت ها استفاده می کنم، ببینیم چه خبره کجا هستش. کارت بعدی حرف از ادغام میزنه، حرف از ادغام و حرف از ازدواج میزنه. برای یه سری دوستان ممکنه واقعا در ابتدای یک راه احساسی باشه دوستان، اوکی. حالا این ادغام و یا ازدواج ممکنه دوستان حرف از یک مسئله قراردادی و یا قانونی هم براتون بزنه، یک قراردادی داره بسته میشه اینجا. خب بریم کارت های دیگر رو با هم دیگه بریم در چه عدد شناسی شما تشریف دارین برای این روز.
عدد 6 افتاده. من متحد میشم و من مسئولیت پذیر هستم. 6 همیشه حرف از صلح و آشتی و آرامش هست. اوکی؟ من به هر موقعیتی که دور و برم داره اتفاق میفته توجه میکنم، استقبال میکنم، مسئولیت های جدیدی رو میپذیرم و به دنبال هدایت و اتحاد هستم. من انتخاب میکنم، متعهد میشم و اینکه از اینکه از زیر مسئولیت های خودم در بیام فرار میکنم و اینکه خودم و تسهیل میکنم ملاقات های جدید رو و اینکه به استعدادهای خودم ایمان دارم. خب ببینیم کارت دیگر رو با هم دیگه، کارت دیگه بهتون چی میگن در این ارتباطات. خب کارت بعدی دوستان عزیز حرف از این میزنه که مسائل دارن جلو میرن، ولی یک مس حرفی رو داره میزنه اینجا. میگه اولا که باید هر چیزی که تو مد نظرتون هست توی زندگیتون، اولا منتظر نباشین که سوار یک سیر نجومی داشته باشه، یعنی که سوار جت بشین، سوار موشک بشین یه باره بره. مرحله به مرحله مسائل دارن جلو میرن. خب پس دارم میبینم که اینجا از شما میخواد که اینجا مسئولیت پذیر باشین در قبال احترام گذاشتن به مراحل مختلف، عجول بازی ها رو مسائل دیگه کنار بزنید. دوستانی هستین که ممکنه حالتون خوب نباشه عزیزان دل، این حال بد رو اول میپذیرم، حالم بد هستش. دوم انسان هستم که حالم بد هستش. سوم هر چیزی، هر مسئله دوره نقاهت خودش رو داره دوستان عزیز و باید به خودمون این شانس رو بدیم. عزیزان دل توجه کنین، من امروز یک کنفرانسی رو داشتم گوش میدادم که با یکی از سلبریتی های فرانسوی صحبت میکرد که فرانسوی آمریکایی هستش و این خیلی قشنگ یک حرفو داشت تعریف میکرد. میگفتش که ما انسان ها یه وقتای گول ظاهر دیگران رو میخوریم و خودمون رو مقایسه میکنیم با دیگران. این گول ظاهر خوردن این هستش، میگفتش که یعنی الان میگفت این شخص میگفتش که من خودم الان شدم متعهد نسبت به اینکه اون جوری که هستم خودم رو و ضعف‌های خودم رو نشان بدم. و اینکه برای من خیلی جالب بود که یه سلبریتی بخواد بیا ضعف‌های خودش رو نشون بده بدون اینکه بخواد هیچ افراطی داشته باشه توی این مسئله که بخواد مثلا یک مسئله مارکتینگ و تبلیغاتی براش بشه. من احساس میکنم که خیلی شرافتمندانه هستش. پس بپذیریم اینکه اولا که شرایط زندگی خودمون رو با دیگران مقایسه نکنیم که بخوایم دیگران سری و سر اونا این دارن، منم باید در همون حد یا بالاتر داشته باشم. اونا حالشون خوبه، حال من بدبخت و بیچاره هستم. این مقایسات رو لطفاً بذارین کنار. این دوتا آینه های بغل رو بزنین تو و فقط جاده مستقیم رو نگاه کنین. سوار ماشین هستین، خطرناک میشه دوتا رو بذارین تو و اینکه پشت سرتون هم نگاه نکنین، فقط جاده جلوتون رو نگاه کنین و برین و ببینین که چه آرامشی وارد زندگیتون میشه دوستان. به هر حال چیزایی که من میتونستم در این خط به شما بگم. از کارتایی که دیگه استفاده میکنم براتون، از کارتای تو این فلیم ها هست، نگاه میکنیم ابعاد مختلف زندگیتون، انرژی هایی که با شما همراهی میکنن چه انرژی هایی هستن. خب دوستان من کارت ها رو مخلوط میکنم. اولین کارت حرف از انتخاب میزنه. انرژی که با شما همراهی میکنه که حق انتخاب دارین دوستان. خب ممکنه هم مسائل احساسی باشه ولی حق انتخاب دارین. این شما هستین که انتخاب میکنین در چه شرایطی باشین. در شرایط خوب، وقتی میگم در شرایط خوب نه اینکه من انتخاب میکنم که در بدبختی باشم در حالی که میتونم در شرایط خوب باشم، نه، در حال خوب باشم یا که حال خوب بد رو برای خودم بخوام اهدا کنم. توجه داشته باشین دوستان عزیز، وقتی که من میگم حال خوب داشته باشم، حال من یعنی نه اینکه حالا بشینم اینجا همیشه بهتون میگم ترکی برقصم. یه وقتایی هستش دوستان متوجه میشیم که حال من بد هستش و این حال من با پرورش درون و فلان و فلان خوب نمیشه. پس
من باید چه کار کنم؟ من یک تاریخچه از زندگیم دارم، یک کوله باری رو با خودم آوردم، یک سرمایه‌ای رو با خودم آوردم. اینجا این خوب منفی هست یا مثبت هستش؟ خب یک سرمایه ژنتیکی هم من ایمیون دارم. پس اگر که من میبینم حال من بد هست، که چه تمیزکاری، پاکسازی، چه کار کردن یه چاکراهام، چه نمیدونم فلان 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 کمکم نمیکنه، من میتونم از کمک‌های پزشکی هم استفاده کنم. خب این هستش که میگم انتخاب سرنوشتم، انتخاب این که در یک حال بد بمونم و چشم برا باشم و اشک بریزم و میدونم که من در یک افسردگی هستم، یا اینکه انتخاب این که برم پزشکی ببینم و تحت درمان باشم. خب ببینیم دوستان عزیز، در ارتباط با انرژی که به سمت شما میاد و مثبت هست، حرف از احتیاط شما میزنه. خیلی محتاطانه دارین کار میکنین. در ارتباط با چالش شما عزیزان دل، این هستش که فراوانی در زندگیتون باشه. و چیزی که اینجا من دارم میبینم که در واقع توصیه که کارت ها بهتون میکنه، بهتون میگن که واقعا دوستان از آنچه که دارین خوب استفاده کنین، خوشحال و خوشبخت باشین. یک سریاتون براتون دوتا کارت حرف از چالش شما خانوادتون ممکن هست باشه و حال خوب داشتن با خانوادتون ممکن هست باشه دوستان. خب حالا بریم ببینیم که در ارتباط با امشب دوستان دنده سنگین میرم و از سیمبولان علیه السلام استفاده میکنیم دوستان. بریم ببینیم بهتون چه چیزی رو میگن. اولین کارت ها در ارتباط با مسائل احساسی شما، ببینیم عشق مهر افتاده اینجا. خب ببینیم که اینجا اوکی و کارت آخر اوکی. خب رحشه در تن من ایجاد شد. به هر دوستان دارم میبینم که در مورد مسائل احساسی مسائل بسیار خوبی بر شما در راه هستن. سبک بال بودن شما رو دارم میبینم و حرکت میبینم. کارتی هستش که در مورد مسائل احساسی شما حرکت افتاده. پیام دوم برای دوستانی که مادرتون در قید حیات نیست، که خودم هم جزء شما هستم، کسی که دوستان الان نیستش، این در مورد مسائل احساسی برای شما پیام فرستاده و داره بهتون میگه که اینجا که من از تو محافظت میکنم از اون بالا، با اینکه من در کنار تو نیستم، و با یک لبخندی داره شما رو نگاه میکنه و میره. خب از این بگذاریم و بریم سراغ مسئله کاری. مجبور وقتی یه سری از کارت ها دیگه با آدم حرف میزنن و دیگه پیامشون واقعا واضح هست، من میتونم بهتون بگم در مورد کارتون دوستان عزیز، ممکن هستش که ترس هایی رو داشته باشین. کار شما مثل که یه وقتهایی خیلی خوب هست، حالا روزمرتون هم ممکن هست باشه، هم کارتون باشه هم روزمرتون باشه عزیزان دل، و هم این که مثلا یکی که اینجا هستش کار روزمره و اینکه مسائل اداری و قضاییتون، دارم میبرم که مسائلی که داریم براش تلاش رو زیاد میکنین، انگیزه زیاد دارین که یک مسئله رو ببرین و اینکه موفقیت میمونن. ممکن است دوستان عزیز ببینین، چون اینجا مسئله خوشحالی و خوشبختی و برقراری تعادل و توازن دارم میبینم، ولی چون یه خانواده دور هم گرد هستن، ممکنه در مورد امور خانوادگیتون باشه دوستان. یک مسئله ملکی ممکن هست داره حل میشه، یک مسئله که خیلی براش تلاش کردم و اینکه براش ترس هایی رو هم داشتم. در ارتباط با مسائل مادی شما دوستان عزیز، خب و در مورد مسائل مادیتون دوستان دارم میبینم که خیلی متفکرانه دارین صحبت میکنین، یک سری از عادات بد رو دارین کنار میذارین. قشنگ ببینین در زندگی مادیتون دستتون هست، در مقابل یک سری از ترس ها دارین مقاومت میکنین و همچنین در مقابل آنچه که شما رو داره وسوسه میکنه، دارم میبینم که اونایی چیزایی که تیشه به ریشه زندگی مادیتون میذاشتن و میذاشتین کنار.
خب میریم این کارت ها رو من کامل میکنم. من از کارت های فرشتگان عشق استفاده میکنم برای قسمت مسائل احساسی، بهتون توضیح اول رو دادن و برای پیامی که در این قسمت مسائل احساسی بود آنچنان قوی بود دوستان که مقداری منو تحت تاثیر قرار داد. خب ببینیم دوستان عزیز در ارتباط با و دوستان من برج ها رو براتون میخونم در ارتباط با مسائل احساسی. برج های سیمبولون تیر هست، آذر هست و بهمن هست. خب تیر ببین و جالب اینجاست که توجه کنین همیشه در سیمبولون ما دو تا برج اینجا داریم، اینجا فقط افتاده تیر خالص، آذر خالص و بهمن خالص. خب ممکنه باهاتون حرف بزنه، خب یعنی مهربانی، تفکر و اینکه انگیزه. خب دوستان عزیز توجه کنین اوکی پیام اول برای دوستانی که مسائل احساسی مد نظرتون هستش میخونم. عزیزان دل توجه کنین که اینجا من دارم میبینم که برای یک سریاتون دوستان عزیز دوره جدیدی داره در زندگی شما اتفاق میفته، دوره سبکبال. دوستان اگر که شخصی داره به سمتتون برمیگره یا اینکه حرکت هایی داره انجام میشه، من دارم میبینم که شما حاضر هستین برای اینکه این رابطه‌ای که در اون وارد خواهید شد یا رابطه قبلی که داره حالا سر میگیره، حاضر هستین روی یک سری از موزه های خودتون ازش کوتاه بیاید. در مورد دوستان توجه کنین، من متاسفم ولی باز هم این پیام گذشته داره تکرار میشه، اینجا حرف از فرزند میزنه. مادرانی هستن که در قید حیات نیستن و پیام هایی رو برای فرزندانشون دارن. بله و اینکه دارم بهتون میگن که ببینید این کسی که کسی رو در آغوش گرفته و اینکه میگه که بهش داره میگه که من هنوز با تو در ارتباط هستم. خب بریم سراغ کارت های دیگه. امشب واقعا پیام خاصی بود در حالی هستش که اصلا در قسمت پیام عزیزان از دست رفته نبود دوستان، اصلا توجه خاصی داشتم امشب به سیمبولون و این کارت ها افتادن. خب در مورد مسائل کاری ممکنه به استراب داشته باشه دوستان، ولی اینجا دارم میبینم که باز هم توانایی شما رو دارم میبینم که همه چیز رو دارین بهش مسلط میشین در دامنه کاریتون. در دامنه مادی شما دو تا کارت افتاد دوستان عزیز. در دامنه مادیتون دوستان دارم میبینم که مسائل جدید داره پیش میاد براتون و اینکه یک مسئله، یک پروژه‌ای داره که تا حالا شاید در تفکر بوده و در سکوت بوده، داره به نتیجه ثمر میرسه و خشت اولش داره گذاشته میشه. دوستان عزیز شما دوست گل و بلبل من که دارین این فالو نگاه میکنین، ببینیم با هم دیگه در چه انرژی هایی تشریف دارین. اولین کار دوستان عزیز حرف از هدایت شده میزنه، میگه که من احساس میکنم که توسط سرچشمه هدایت شدم و من به خودم ایمان دارم. کارت بعدی میگه که من منتظر این هستم که هم منفعل هستم، منتظرم بدم همه چیز خودش بگذره. در ارتباط با مسائل زندگی شما دوستان، من دارم ببینم که شما اعتماد دارین میکنین، توکل میکنین. حرفایی که من همیشه بهتون میزنم اینجا دارم میدونم یک خیلی از شما دارین بهش توجه میکنین. ببینین من نمیتونم کارگردان این سرزمینی که اسمش جهان هست باشم. من وقتی که من ببینم من یک جزء کوچیکی هستم و هیچ عددی نیستم در این، اینقدر خودم رو جدی نمیگیرم و نمیخوام بر همه چیز کنترل داشته باشم و اینقدر خودم رو سرزنش نمیکنم به خاطر خطاهای خودم و حتی خطاهای دیگران. خب پس اینجا توجه کنین که واقعا خوب هستش، کاری نمیکنم، باید کاری انجام بدم، همه چیز به بعد موکول میکنم و اینکه برای که من هدایت شده هستم، من ایمان دارم که همه چیز درست و دقیق بر سر جای خودش هست. در ارتباط با مسائل دوستان عزیز توجه کنید، در مورد حضرت لولو علیه السلام یانگ میگه که من خودخواه هستم و اینکه میخوام به خودم فکر کنم و
میدونم بد هستش ولی این گونه هستش. حالا به هر حال خدا رو شکر به خودش فکر کنه و نه به 8 میلیارد آدم روی کره زمین، منهای یک که اون شما هستین. دو مرتبه رفت بچه‌مو سر کوچه، رفت برامون حلقه خرید که فردا سر کوچه حراجش کنه. من دوست دارم به سمت تو متعهد بشم و دوست دارم که زندگیم رو با تو بسازم. اول قسطای حلقه تو بده، تمام که شد بیایم با هم دیگه حرف بزنیم، بعدش هم هدیهش کن، نه اینکه خب حالا ببینیم دوستان عزیز پیام شخص مورد نظرتون برای شما چه چیزی هست. میگه که به من اعتماد داشته باش، من دوست دارم که همه کارو میکنم که همه چیز بر سر در سر جاش باشه و اینکه میخوام کاری رو انجام بدم و تغییراتی در حال آماده سازی هستش. ایمان داشته باش و من میتونم همه چیز رو به صورت مثبتی تغییر بدم. شما هم ایمان داشته باشید. ببین چه پیش چیکار خواهد کرد. دقیقا شما که کاری نمی کنین. شما قشنگ یعنی درس زندگی رو فهمیدین اینجا. قشنگ. اوکی ببینیم که دوستان عزیز در ارتباط با فرشتگان چی بهتون میگن، پیام فرشتگان برای شما چی هست. میگه که فرشتگان میگن حرف از استراب میزنن، ما تو رو در یک نور شفای بنفش میذاریم، یک نفس عمیق بگیر و این نور بنفش رو تنفس کن و این ببین که این استراب از تو خواهد رفت. تو از هیچی نباید بترسی، فقط اینجا عشق هست. و ببینیم در ارتباط با عزیزان از دست رفتمون که از اول برامون پیام داشتن، آمار، وقتی که به اینجا رسیدی مهم هستش که آماری رو بگیری، برای که مسئله یه جوری دیگه ای میبینی. آماری که من میگیرم مثبت هست. من خیلی تعریف و تمجید شنیدم و به من گفتند که من میتونم به خودم افتخار کنم. یعنی اینکه هیچ چیزی بدون اجر نیستش. روح تمام عزیزان از دست رفتمون در شادی آرامش باشه. عزیزان دل این فال شما بود، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم و روز و روزگار خوش.